آب نداشت، به خاطر همین اینجوری شد. حالا دیگه از نظرم تو نداری هیچ اینجا احساسی؟ نه، هنوز بیاد میگیرم. جدی؟ خب برای من نوشتم مبارکه. چی مبارکه؟ تو رو خدا یکم ادیت کن بگو. نوشته که از نیلی بپرس میلاد که مرام چی شد. من اصلا نمیشناسم این آقایی که میگید و نمیشناسم واقعا. گردنگیرت قوی شد بود قدمه. نمیشناسم واقعا، مثلا هیچ برخوردی، هیچ حتی یک کلام حرفم من تا حالا با ایشون نزدم. اکتشی قلب بفرستی؟ من برای چی باید این کار کنم؟ خیلی کار چی پیه به نظرم. اگه بیاد دایرکتر یه قلب بفرسته چی کار میکنی؟ من اصلا باز نمی کنم. واقعا میگم حالا شاید معلوم نیست. بعد اون وقت محل بعد از باز کردن لایک میکنم پیامشو. ببین میخوای نخ بدی؟ ببین داریم دشته دیگه، یه هنرمند اومده به دایرکت داده یه لایک دیگه، چیزی نیست نخه. حالا مثلا بر فرض اتفاق نیفتاده، میخوای نخ بدی، انگار اصلا اون اومده الان پیام داده من رفتم لایک کردم نخو دادم. شما هنرمند خیلی خوبی هستی، ما طرفدارتیم، اینو برش دایرکت بفرستی. من اصلا تشکر از یه هنرمند. برای چی من بعد با این حواشی که شما رو انداختید الان واقعا حواشی واقعا فکر کردی من الان میرم این کارو کنم؟ هنرمند تشکر بکن. خب میگم با این حواشی که شما رو انداختین من هیچ وقت همچیکار نمیکنم. اگه این کارو نکرده بودین، مثلا داستانی نبود و انقدر اینا چیزا پخش نمیشد توی فضای مجازی، شاید این کارو الان میکردم. به عنوان یه هنرمند الان میرفتم میگفتم که خیلی ممنون از هنر زیباتون، ولی چون این حاشیه ها رو راه انداختی چون دیگه زایست دیگه یار میفهمه. از کجا میدونی الان هنرمنده؟ بازیگره دیگه، مگه بازیگر نمیشه هنرمند؟ نمیشناختم. نه به خاطر این حاشیه ها من میگم شما بری ازش تشکر کنی و بگی که مرسی که واکنشش رو ندادی. نه من هیچ خواهی نمی کنم. آه دوستانی که دوست دارن اگر فکر میکنن که خانم بیچاره گفت، فقط از بچگی این آقا رو بین بازیگر دوست دارم، اینقدر بزرگش نکنید. این حرفش رو درست زد خدایی. شیطونه میگه دست به گوشی بشم، بردارم این چیزا نشون بدم. نشون بده، من که از خدامه. میدونم از خداته. آخه چیزی به خاطر همین میگم شما هیچی ندارین. یکم دیگه فکر کن. هیچی ندارین از من واقعا. یه ذره بیشتر فکر کن. اینقدر چیزم از من ندارین. اینقدر شما کاری نکنم. بذارینم وایس چی دارم. وایس آقای فردین افشاد میکنم. وایس چی دارم میخوای افشاد کنم؟ ما که افشا شده خدایی هستیم، شما افشا کن. من بود آه به بود این وایسی که از من هی میری پخش میکنه. یه چیز بگم بگو. این وایسی که از من میری پخش میکنی، خب میری همه جا میگی نیلی به یکی وایس داده بوده اون یه نفر دیگه اسکرین رکورد کرده، آیا غیر از اینه که اون فرد خود شما بودی؟ غیر از اینه که خودم. غیر از این بوده خدایی؟ من اون وایس رو به خودت دادم ربطی علیه من. آقا واقعا این چه کاریه؟ کدوم کار؟ من چیزی یادم نمیاد، گردنگیریم ضعیفه. خب دیگه ببین پس یکی هم خودتون هم همینجوری یه نفر افشاتو میکنه گردن نمیگیرید. من گردنم که خیلی قویه. بله وایس رو به من دادن اون بنده خدا. خب دیگه دادن. حالا اون بنده خدا چجوری دادن دیگه بحث. من آقا نکن کابل نگیم. من کاری که به حرف میزدیم خب بعد من بعد اینکه راجع به این موضوع حرف زدیم
آنسنت کردم وایسامو، بعد که آنسنت کردم گفتم سوء تفاهم پیش نیاد، اومدم یه وایس بهتون دادم گفتم که کردین من آنسنت اعتماد ندارم بوده. چه بار اون وایسی که بالا داده بودی بگو چی بوده؟ نه دیگه راجع، اگه میخواستم اونا رو بگم که توی لایف میگفتم، اون مسئله راجع به یه چیزای دیگه بود دیگه، نباید اونو مطرح. عاشق یه نفرم، روش کراش دارم، بهش پیام دادم، آنسنت که بگن من پخش میکنم جواب اصلا چیزایی نگفتم اصلا. پس چی گفتی؟ بگو بگو بردم بدونم. گفتم که یادم نیست دقیقا یه چیزی گفتی. آها آها یادم اومد، حتی یه چیزی اون شب میخواستم بگم یادم رفته بود، هی گفتم یادم رفت یادم رفت. خب بگو بگو. گفتین چرا آنفالو کردی؟ خب آره اون بند خدا رو. آره چرا آنفالو کردی؟ ناراحت نه تعجب کرده. آره این آره. حرفو من زدی؟ آره. وایس دادم گفتم خب تعجب نداره که داستان اینه 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 اینه، من به این دلیل آنفالو کردم. جالب شد. اون داستان چی بوده؟ داستان رو نمیشه بگم دیگه، یه سری حرفای ناراحت کننده بود، یعنی یه سری حرفای که ناراحت بودم گفتم که دلیلش این بوده. خدایی برای حرفای تلخی بود. من وقتی تا ساعتها گریه میکردم چون داشتم پیاز خورد میکردم و کار وایس هم گذاشته بودم مثل این خاله زنک و کنار خودم داشتم وایس میشیدم. آره اینم ولی... یادم گفته بودم که یه چیزی از قبل از ذهنم یهو پاک شد، گفته بودم یادم بیاد میگم که الان گفتم بهتون. همین بود. من دوست داشتم وایس رو بگی. خب نمیشه، شاید من این سری چیزا رو دوست نداشته باشم مردم بدونن. اونم کی به من گفتی؟ دهن لخته این آدمه. نه خاطر این که شما گفتم که شما از من پرسیدی، اومدی گفتی چرا این کار کردی، دلیلش رو گفت. گفتی بعد الکم رفتی آنسنت کردی، من چیزی پخش کردم؟ نه واقعا واقعا. ولی بهترین رایم رپ به نظر من میدونی کدومه؟ میخوام بگم بهترین خط رایم از کیه و چیه؟ آه نه ما یه دونه M&M داره بگن که نگو نمیگی. نه واقعا برای چی بگم؟ مثلا اومد توی وایس اول بنده خدا گفت دلم تنگ شده شب تا صبح گریه میکنم. آره دروغ میگه اصلا. خب من میگم نمیگه. نه واقعا نه دیگه، یه جوری میگه به شما، شما رو چیز کنه. دقیقا شگردشه ها این قضیه، شگرد. من اینو خیلی وقت پیش فهمیدم. شگردش چیه؟ دارم میاد میگه شما بازیگر رو رفتی با بازیگر رو نزدی، بعد مثلا میاد اسم یه نفر علکی میاره، مثلا همین آقای کیمرام. خب یا مثلا من با یکی دیگه هم، خب من با یه نفر دیگه رابطه دارم، این آقای فردی میاد اسم آقای کیمرام میاره که رد گم کنه. قشنگ میاد رد بگم با آقای مثلا الان. خب گردن نمیگیری الان خودت هم گفتی گفتی با یکی دیگه بودی، من نمیخواستم اسم اون طرف رو بیارم، بعد رفت دهن منو باز میکنه. طرف چی بود؟ یه بار دیگه همون بگو. ولش نه یه بار دیگه اسمشو بگو. بذار بگم فامیل تنرفیه. آخه کسی در ارتباط نیستم. یک هفت دو هفت سه هفت چهار هفت پنج هفت یک دو چهار پنج شیش هفت 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 ده حرفه. نه بذار بنویسمش. یک دو سه چهار پنج شیش، بین شیش و هفت خوندم. ده 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 حرف. بذار بنویسمش برات ببینم کجا بنویسمش. واقعا همینه دیگه. یک دو سه چهار پنج شیش هفت. فرستادم برات هفت حرفه. میشه دایرکت هم بگید کیه این آقا؟ هفت حرفه دیگه، فرستادم برات هفت حرف بود.
فرزادی دایرکت اسمشو؟ آره. نه این هم شایعه است متاسفانه. ده حرفه میدونم. نه نه این شایعه است، اینی که واسه هم فرستادین. اون ده حرفی که بود بنویس برام. آخه من اصلا با آدمی که بازیگره واقعا در ارتباط نیستم. ده حرفی رو بنویس. ده حرفی که بود نمی نویستم که این دیگه موضوع شخصی زندگی منه، ببخشید. اینا نمیتونم به شما هم بگم. به من نمیگی؟ نه اصلا این دیگه یه موضوع کاملا شخصیه و اصلا هم هیچ کس نباید از این موضوع چیزی بفهمه، حتی شما دوست عزیز. به من بگی هیچکی نمیفهم. آره اصلا... فقط خبرنگار سر و سرتیتر اخبار اینستاگرامی هستیم. من هیچی رو نمیدم. اگه یه روزی خواستم رابطم رو پابلیک کنم، حتما حتما میام به شما اسم و عکس خودم و اسم و عکس اون طرف رو میدم، میگم شما بیا پابلیک کن. ولی من میتونم رله یکی دیگر رو بگم. رله یکی دیگر به ما چه؟ نه به تو ربط داره آخه رله اون طرف. پنج حرف رله اون بنده خدا به من ربط داره. چرا؟ حالا نمیگم هیچ وقت دیگه به تیچی نه. نه این مسئله خدای شخصیه. اونم شخص. من مثلا میام از دوست دختر شما که تا حالا نشونش ندادی تو اینستاگرام بپرسم؟ نه. خب پس شما هم اون شخصی که من هنوز تو اینستاگرامم راش ندادم راجع به اون از من نپرس. چون خب اون خب نپرسیدم، گفتم فقط پس اون... نگو دیگه هیچ وقت به هیچیو نمیگم، چون چیزایی که تو مجازی هست و اوکیه، ولی چیزایی که تو شخصی آدمه آدم دیگه باید یه حد خط قرمزایی هم داشته باشه دیگه. این قضیه منم هنوز پابلیک نشده. پس الان اولشه؟ نمیدونم. الان دارید فعلا تو مایه چت بازیه یا تلفنه؟ نمیدونم، هیچی نمیتونم بگم. دایرکت بازیه یا تلفن؟ هیچی نمیتونم بگم. از دایرکت رسیده به تلفن یا نه؟ نه نمیتونم بگم. بابا از دایرکت رسیده به تلفن یا نه؟ تو محله دایرکت اینو بگو فقط. یعنی چی از دایرکت رسیده به تلفن؟ اون طرف که الان شما باشی. من الان با کسی نیستم هنوز. او تو چون گردنگیرت قطع و وصل قطع میشه دیگه. بس بود اول میگفتی کسی نیست، بعد الان میگی هست، بعد میگی ده. نه هنوز نیست، هنوز نیست. آه هنوز نیست. نه هنوز نیست. داره تلاش میکنه مخو بزنه. هنوز تو دایرکت ها سند نسیم نکردی. هنوز چی؟ هنوز تو دایرکت هاست سین نکردی ها؟ هنوز سین نکردم. نه یه دقیقه میشه گوشی تو ببینیم؟ تلگرام تو؟ میام تلگرام نه اینستا تو منظرت بخوام دارا؟ تو سرچاتون بریم ببینیم کیو سرچ کردی. چرا؟ من ببینم چی کنجکاو هم. نه اصلا ببینم به نظرت من کیو سرچ کردم تو سرچان بچه ها؟ سرچای خودم رو نگاه کردم، خیلی زشته اگه شما ببینید. واقعا یه کسایی رو سرچ کردم اصلا مایه خجالت. منم اصلا همه رو بذار کلن باور. ببین من نگاه کن اینم بذار دیلیت کنم، اینم دیلیت کنم که شما نبینید. ولی من میتونم سرچامو نشون بدم. آره همه رو کلن دیلیت کردیم بعد میخواییم نشون بدید. باشه منم بیا نشون. منم خالیه کلن سرچم هیچی نیست. نه واقعا خب واقعا اینا رو سرچ کردم دیگه برای از دیسکو صحبته ای که با هم میکنیم. من میتونم نشون بدم. این سرچ های منه.
اولین سرچم چی هست؟ دوستان این کل سرچه من سینا فرایی هم که هست این روز دعوای سرش من تک کرده و دردم سرچ کردم اسمش. خب این کل سرچ هم اولی چی بود؟ شما؟ آره آقای بامرام. آما پس بامرامه ایشون. از کجا میدونی بامرامه؟ شما اسمشو به من گفتین. حالا از کجا میدونی بامرامه؟ شما گفتین. بابا من کجا گفتم بامرامه؟ من یکی دیگر رو گفتم بامرامه. اسمشو به من از اون اول اینجوری معرفی کردین. ببینیم کیا رو دارید دیلیت میکنی؟ میوت؟ نه میوت نمیکنم. دیلیت دیلیت همه رو الان قبل از اینکه دیلیت کنیم من شما ببینیم الان نگاه کنیم چه من تو دایرکت همم نه سرچات رو ببینیم سرچامو دیلیت کردم اگه میشه دیلیت آسل سیال میتونی بزنی من هم چیز خاصی بر اساس موضوعاتی که هست دوستانو چیز میکنم سرچ میکنم مخصوصا حالا طرفی که هست چون من یکی همین در دقیقه سرچ کردم رفتم دایرکتاش و تمام رو نمیشه و الان داری با کی چک میکنی تو دایرکت بگو هیچی دارم دایرکت هامو نگاه میکنم خب چی نوشتن؟ بذار من آقا بچه منم برم دایرکت هامو نگاه کنم براتون بخونم ما که نوشته سلام میگه فقط ازش بپرس چی شده؟ تو ترکیه بلا داریم؟ بلا؟ بلا چیه؟ ترکیه نه نمیدونم بلبلاه بلبلاه نوشته بل نمیدونم خب موضوع بعدی این هم فرستادن برای من نخواهیم چی شده؟ نوشته آقای فرین فکر کنم نیلی روتون کراش داره چی؟ نوشته آقای فرین نیلی روتون کراش داره من رو شما؟ نوشتن دوستان مگه هرکی هرچی میگه درسته؟ بعد نوشته به نیلی بگو خیلی دوستش دارم نوشته نیلی رو دارم از زمانای قدیم $250 میفروشم چی رو داره؟ نوشته عکسای نیلی رو دارم از زمانای قدیم $250 میفروشم من خودم عکسامو همینجوری به شما میدم واقعا؟ عکسای قدیمی مو همه رو میدم رایگان دارم ها نوشته که باشم نوشته آقای فردی من خودم اینستا ندارم با اینستاگرام مامانم بهتون پیام میدم اسمم رعناست اینایی بوده که مثل قدیما کراش دارم روت روبوت دراجه به خانم نیلی بپرسید اینجا دوستان بذارت رفرش بکنم سوالای دوستان بیاد بالا من دایرکت هم دیگه باز نمیشه چرا اینجوری میشه؟ بکنم زیاد دایرکت میدن به خاطر اونه اوه 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 اسم یه چیزی زدن رو تون نشته که یکی از رودی رو نشته آقا سوالات مردم ها من مثلا چیز نمی کنم اینا نوشته که بازم این سوال تکراری هم میپرسن چون خیلی طولانی نبودم میگن چرا پی اول اسمتو بر نمیداری چون که اینستاگرام به من اجازه این کارو نداد چند بار تلاش کردم زدم پی دیگه پی مگه چیه مگه حتما باید شخصی باشه پی دیگه بعد من اگه اون پی رو بیام بردارم خب از اول اسمم نیلی افشار نمیشه که آیدی من یوزر من
نیلی افشار اصلا یوزرشو گرفتن. برید سرچ بزنید، مثلا بعد یه آیدی پرت بزنم، نمیدونم بزنم نیلی افشاریان مثلا که بتونم چون هر یه یوزرنیمو فقط یک نفر میتونه استفاده کنه دیگه. نیلی افشارم گرفته شده، من نمیتونم اون پیرو بردارم فقط نیلی افشار باقی بمونه، مجبورم به کل عوض کنم که این اتفاق نیفتاد. این اینستاگرام به من اجازه نده. نیست فردین بهش بگو چرا گردن من پویان گردنشه. کو؟ این گردنه که گردنه تو کی خریده؟ گردنه تو مامانم برام خریده، 5 سالم هست این گردن منه. نوشته بپرس دندوناشو کامپوزیت کرده یا لامینت، این که راضی است یا نه. بله راضی هم لامینت کردم. لامینت ایشون نی لامینت هست. بعد اسم بازیکن فوتبال نوشته امین رل جدید مبارک، این نوشته کی؟ من غلط بکنم، من تو دوست دخترم بکشیدم من بیرون اینا رو. خب همینجا رسما اعلام میکنم دوست دختر دارم دوستان بدونه. خب دیگه اینترنتتون قطع شد. میگه به نیلی بگو شمارش بده، حتما این کارو میکنم. نوشته چرا گردنگیرش خراب شده نیلی. آه نوشته از طرف خودت. چرا خب خودم نوشته آقا با پاپیچش بشو بگو ببینید با من؟ آره مهمه براتون که من با کی در ارتباطم؟ دوستانی که بذاری نظر سن بذاری، اگر دوست دارید نیلی بگه با کی در ارتباطه قلب سبز پررنگ بده. اگر دوست واقعا دوست دارید من پابلیک کنم رابطمو رابطه خودم. که الان ندارم ولی میگم اگه یه موقعی رابطه داشتم دوست دارید پابلیک بشه، اگه دوست دارید اینجا قلب سبز بذارید. آره اگه نه همین الان اگه دوست دارید بگه قلب سبز پر رنگ. 2 دقیقه دیگه لایوم تموم میشه، بدوید سریع قلب سبز بذار. اگر دوست دارید ما نیلی رو افشا کنیم منو فالو کنید، اگر دوست ندارید نیلی رو افشا بکنم منو فالو کنید. واقعا همتون دوست دارید من چرا نه قلب سبز اومد، فکرشو نمی کردم انقدر دوست داشته باشید من اگه یه موقع یه ریلی زدم بیام پابلیک کنم. نوشته که من یارو نوشته من بود کراک داشت داشتم یا ابوالفضل. خب دقیقه من داره تموم میشه. مرسی از شما آقای فردین، به همسر عزیزتون سلام برسونید و اینکه خیلی خوشحال شدم دیدمتون، امیدوارم شبای دیگه باز ببینیمتون با موضوعات بهتر و خفن‌تر. مرسی خدافظ. خب بچه لایوم 1 دقیقه دیگه بیشتر ازش باقی نمونده، میخوام برم سر میز گادبت و به همه اینایی که الان اینجا هستن به قید قرعه نفری 5